امروز اومدیم منزل یکی از هنرمندای خوب و محبوبمون، آقای معین، خواننده خوبمون. دعوت ما رو قبول کردن. یه مکالمه داریم به نام 70 و چند سوال با خواننده محبوبمون، به سبک ایرانیش البته. منزل آقای معین در بزنیم و سوالا خیلی کوتاه و جوابای کوتاه. گفته بودن امروز به آقای معین خودشون همزمان تشریف آوردن. سلام آقای معین، حال شما چطوره؟ صحبتون بخیر. قربون شما. به نظر میرسه که آهنگ جدید آقای معین باشه. گوش بدیم. داشتم اینو دیشب خوندم. البته آهنگ جدیدتون آقای معین؟ بله بله. به به، چقدرم قشنگ و شاد. جدید جدیده. بله بله. من از ماشین چه سعادتی داشتیم. صبح شما بخیر. دیشب خوندم. بله، روز اولش من اصولا آهنگایی که دفعه اول میخونم میرم یه دوری میزنم. بله. که غلطاشو به اصطلاح بگیرم و بیام دوباره شروع کنم بخونم. چقدرم خوب، چقدرم خوب. آقای معین مرسی که دعوت ما رو قبول کردین. یه مکالمه ای داریم کوتاه، جواب کوتاه، سوالا کوتاه. خیلی خیلی هم خوش اومدید. خیلی ممنون. به اسم 70 و چند سوال، حتما 70 و چند سوال با هنرمند محبوبمون. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای معین چی صداتون کنم؟ آقای معین یا معین جان؟ معین جان میگم که خودمونی راحت. بذار من درو ببندم. به به، منزل آقای معین چقدرم شیک. من یه اینکم هم. بله حتما. بازم ازتون متشکریم به خاطر این وقتی که به ما دادین. معین جان صبح چه ساعتی از خواب بیدار میشین شما؟ دو بار یکی قبل از آفتاب، یکی بعد از آفتاب. ساعتی 9 قبل آفتاب، ساعتی 6 بعد دوباره میخوابم. ساعت پس بیدار شدن شما مثل سانس سینماست. دو سانس. به دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. روزتون رو چجوری شروع میکنید بعد از اینکه بیدار میشید؟ با اخبار ایران. صبحونه چی میل میکنید؟ خیلی هم عالی. صبحونه چی میل میکنید؟ نونپنیر و چای. صبحونه ایرانی، کاملا ایرانی. دستتون درد. به به به. چایی از دست آقای معین خوردن داره. به به. تازه دم و دا. دستتون درد نکنه. بیشتر چای میل میکنی یا قهوه؟ چای. چند تا چای در روز؟ خیلی. خیلی زیاد. خب. البته چای زیادم خوبش نیست داده همچین. دکتر هم گفتن چای زیاد نخور. خب ما به آقای دکتر نمیگیم. آقای دکتر هم الان زیاد نگاه نکنن. ترشی یا شیرینی؟ شیرینی. معین جان اهل خرید هستی؟ اهل. منزل یا لباس؟ هر دو. غذای مورد علاقت چیه؟ باقالی پلو با مرغ، سبزی پلو با ماهی، آبگوش، کلا غذا. به غذای رو. آشپزی هم دوست داری؟ بحب. چی میپزی خود بخوای غذا برای خودتون بپزی؟ همینا که گفتم. خب بلدم خودم بپزم. سرگرمی مورد علاقتون چیه؟ سرگرمی مورد علاقه هم همین جمع شدن دوستان و آشنایان و فامیل، کلا دور هم بودن. و چقدرم خوب. تلویزیون تماشا میکنی؟ بله. برنامه مورد علاقتون چیه؟ فیلم، سریال؟ کلا فیلم های کهکشان و ستاره ها. و اصلا کلا من چیزای کهکشان و فیلم های فضایی. بله. چقدرم خوب. خیلی هم خوبه. عاشق ستاره ها، عاشق کهکشان. معین جان اهل ورزش هستی؟ بله. چند وقت ورزش میکنی؟ 7 سالی هست. 7 سال باری کل. آفرین. هر روز میگم فردا. پس 7 سالی به ورزش فکر میکنی شما؟ خب خیلی هم خوبه. باید ورزش رو کرد. میدونی فکر کردم به ورزش میگه خیلی برای مغز خوبه. خودش باز بهتر هستی چی؟ حیوان دوست هستی معین جان؟ حیوان خانگی هم داری؟ نه. چرا نه؟ وقتشو ندارم به خاطر که همش رو کاره. درگیر کاری. گل مورد علاقتون چیه مونده؟ کلن همه گلا رو دوست دارم. آدم جدی هستی؟ به موقعش جدی هستم موقع کار، ولی
به موقعش هم نه. جوک دوست داری؟ اهل جوک هستی؟ بله. بگی یا گوش بدی؟ هر دو. هر دو. مسافرت چی؟ مسافرت دوست هستی بری؟ بله. کجا رو خیلی دوست داری سفر کنی؟ کلن کوهستان باشه، یه چشمه‌ای باشه، دور از اینترنت و تلفن و ساکتی دهکده باشه، ساکت بشینم. جای طبیعی. آرامش باشه دارم، بره تو دل طبیعت. چقدر؟ بفرماد گز، گز دستتون. اصفهان. گز اصفهان؟ بح بح. گز سفارشی از نجف آباد. بح بح. او این افتاد، دومی رو برمیدارم. جای همگی خالی، ببینید چه خوشنمه. بح بح. پس جای طبیعت و خیلی هم خوب. یه سوالی بهتون گفتم اول برنامه، این سوالا اکثرا سوالی که طرفداراتون از طریقهای مختلف، از طرق مختلف اینترنت، اینستاگرام پرسیدن که به شما انتقال بدین. پرسیدن چند سالش آقای موئین؟ چای بزنن؟ چای بزنید؟ سوال بی سوال، سوال نه. باش. چرا همه میدونم من یه چند سال، من امسال میرم تو 67. زنده باش، بزنم به تخته. فرزند چندم خانواده هستی؟ هفتمی. هفتمی؟ راستی میدونی که میگن فرزند هفتم بلبله، خوش صداست. در مورد شما هم که 100% صدق میکنه. چی خوشحالت میکنه ما اینجا؟ صلح و سلامتی و رفاقت خوب، همه چی خوب و خوش باشه. چی ناراحتت میکنه؟ دورویی و ناسپاسی. چند تا رفیق داری؟ رفیق خوبه، دوست نه، رفیق. چند تا میدارم. مون جان سوال بعدی که بازم خیلی پرسیدن طرفدارات، عاشق شدی؟ باز دوباره چای میخوای؟ چای میخوای؟ کد اینی که یعنی دیگه نپر، سوال بی سوال. متأهل هستی یا مجرد؟ اینو خیلی پرسیدن. متأهل. متأهل هستی. چند بار ازدواج کردی؟ دو بار. دو بار ازدواج کردیم. همسر اولم اسپانیایی بودن، همسر دوم ایرانی. بعد چه از همسر اولتون جدا شدی؟ بیشتر تضاد فرهنگی. چند سال با همسر دومتون مزدوج هستی؟ 25 سال. 25 سال. چند تا بچه دارین؟ دو تا دختر. میتونیم اسمشون رو بپرسیم؟ دختر اولم پریچه که از خانم اولم هست، بعد دختر دوم ستاره که از خانم دوم. پریچه و ستاره. رابطت با بچه ها چطوره؟ خیلی خوب. ما اینجا چرا خواننده شدی اصلا؟ من بچه که بودم، خب تو دبستان که بودم توی کلاس همش میخوندم، علاقه داشتم به موسیقی. بله. ادامهش دادی. خیلی هم خوب. دست درد نکنی که این کاری کرد. اگه خواننده نبودی چه شغلی رو انتخاب میکردی؟ دنبال چه شغلی میرفتی؟ فیزیک. فیزیک. همون ستاره شناسی تو ناسا، همون فضایی و اینا. خب مصاحبه ما امروز یه مقدار فضایی هم هستش، فیلمای فضایی. چه سالی از ایران اومدی بیرون شما؟ سال 1360 و 1980 میلادی. اولین کشوری که رفتی کجا بود؟ اسپانیا. اسپانیا. اولین باری که روی صحنه خوندی یادت میاد کجا بود و کی بود؟ اولین بار 12 سالم بود، توی تالار دبیرستان پهلوی تو نجف آباد، تو شهرمون. بله. یه تالار بود به نام تالار پهلوی، اون دبیرستانمون که من. با چه آهنگ شروع کردی اون اولین بار و کدوم خواننده یادت میاد؟ ایرج. با استاد ایرج. بله. انشالله سلامت و پایدار باشه ایشون. میدونی کدوم آهنگش بود؟ آهنگ الف، اسمش الف، یه آهنگ خونده بود آقای ایرج، استاد ایرج، از الف تا یه که من یادم اون زنبون ها میخوندم. یه کوتاهش میتونی برای ما بخونی که بدونیم کدوم آهنگ بوده؟ الف میگم ابرود کمونه، ای کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، ای گل خوشبوی من، به تو را میخوام عزیزم، تا برام تاتی کنی،
دیگه تا یه بار. بله چقدر قشنگ، مرسی. اولین آلبومتون با چه هنرمندی بود؟ با آقای کاظم رضازاد. اسم اولین آلبوم؟ میپرستم. چند تا آلبوم تا حالا به بازار دادی ما اینجا؟ بیشتر از 20 تا. خودت چند تا آهنگ ساختی؟ 5-6 تا. یکی دوتا نمونه شدت میاد به اون بگی؟ یکی را دوست میدارم، کعبه، چگونه چگونه، به تو میامشم. چه آهنگای خوبی هم هستش. اون بندریه که خوب. بله. یارون بیا. بله بله. ساز بلد هستی بزنی ما اینجا؟ بله. چه سازی میزنی؟ عود. عود؟ در حدی که بله. در حدی که آهنگای جدید هم که بخوام شروع کنم با عود میزنم. چقدر ساز عود صداش قشنگه. اولین کنسرت تکی خودت تو آمریکا به خاطر داری؟ در سال اولین کنسرت هم فکر کنم سال 1986 بوده در کانتی کلاب ولی. بله بله، اتفاقا این سعادت نصیب منم شد که اونجا باشم و لذت ببرم. اولین کنسرت بزرگ در آمریکا کی بود؟ اولین کنسرت بزرگ در یونیورسال امفی‌تئاتر. بله. اولین کنسرت بزرگ بود که چه سالی؟ 1990. یونیورسال امفی‌تئاتر که الان شده یونیورسال گیبسون تئاتر که بازم من این سعادت داشتم اونجا هم بودم. استودیو کجا میری برای ضبط صدا و آهنگات؟ کدوم استودیو میری بیشتر؟ بیشتر استودیو باب بود و راسک و یکی دیجا دیگه بود به نام هیت سیتی و اسمش رو گفتم. بله. ولی الانم بیشتر وکالام و به اصطلاح خوندن رو همجور تو استودیو خونه خودم. در منزل استودیو؟ بله. اجازه داریم بریم ببینیم یه کوچولو نگاهی بکنیم به استودیو؟ فکر میکنم خیلی هم دوست دارن ببینن استودیو شما رو. مون جان چند ساعت در روز کار میکنی شما؟ بستگی داره. اگر آهنگ جدید باشه به اصطلاح تا ساعت 1-2 بعضی وقتا کار میکنم. بله. عود جناب مون جان هم اونجاست که باش گفتیم ساز. بله بله. اونو به اصطلاح خیلی هم تکمیل و خوب. اسم کمپانیتون چیه ما اینجا؟ اسم کمپانی هست پریش آواز. کمپانی پریش آواز. بله. آلبوم جدیدت این سوال خیلی پرسیدن، کی میاد به بازار؟ خیلی منتظرشن. آلبوم جدیدم امیدواریم بتونیم تا امسال عید خلاصه بتونیم منتشرش کنیم. ما هم امیدواریم، خیلی هم منتظر این اتفاق. بتونیم امسال. چند تا آهنگ داری در آلبوم جدیده؟ 10 تا 12. چرا چند سالیه مهین جان آهنگای تکی میدی بیرون، تک آهنگ میاد به بازار ازه، دلیل این چیه؟ یادم میاد اولین آهنگمون خاطره بود، بعد همدم. بله. و یک ماه بعد از همدم بچه های الورز رو به فاصله یک ماه که ما داریم این دوتا آهنگ. و خیلی خواب اون موقع تازه سوشال میدیا به اصطلاح خیلی دیگه مود شده بود و خیلی این دوتا کار گره پانم. تصمیم گرفتیم آهنگا رو به صورت تک آهنگی بریم بیرون و خیلی هم دیدیم مورد استقبال. بخوام وایستیم تا آلبوم تهیهش. دوستان عزیز تلفن میکردن که دلشون آهنگ جدید خواست و تا حالا فکر میکنم 20 آهنگی تا حالا به صورت تک آهنگ دادیم که خودش میشه دوتا آهنگ. آفرین. سوال بعدیم امیدوارم بله سوال بعدیم امیدوارم حالا حالا اتفاق نیفته، ولی دست بازنشستگی داری با اینجا؟ دست بازنشستگی حالا انشالله همه هموقعم هم اینه که این آلبوم رو بدم بیرون. بعد از آلبوم حالا تصمیم بعد بیرون. تور خدافزی هم میذاری؟ نه نه؟ خب پس بریم بیرون. بفرما اینجا حیات بحبه. سلام خانم خانتا موین همسر. بله سلام عرض میکنیم. مرسی که این وقت رو به ما دادین، اجازه دادین بیاین یه کوتاه خیلی مکالمه داشته باشیم. چه آبشار قشنگ سیل، من فکر کردم بغل آبشار نیاگارایی. اگه لط خیلی قشنگه، ولی اگه صدا شده من دستتون درد میاد. پس من میدونم میتونستیم آبشار نیاگارا هم جور ببندیم وقتش کنیم. خب هوا امروز سرد شما روشن کردید بفرمایید. بله بله. پیام های اینستاگرامتو چک میکنیم اونجا؟ بله.
بس ازم میپرسن چرا جواب نمیدی، لایک نمی کنی. اینقدر این دوستان پیام های پرفکت رو محبت دارن و واقعا به من انرژی میدن، پیام های بسیار قشنگ شما، و به خاطر همین اگر نمیشه بعضی وقت نمیخونی بعضی هاشو ندید، باید همه شو دارم و انشاءالله سر فرصت این کار. اسم و آدرس البته بگم، این صدایی که میاد صدای این آتش هم میخوایم بگیریم ببینیم که، امیدوارم که صدا اذیت نکنه. فکر میکنم اگر خاموش کنی، بله اگر خاموش باشه چون صدا دستتون درد نکن. مون جان برای اینکه این شک و شبهه از بین طرفدارات بره بیرون، این اسم و آدرس اینستاگرام چیه که دیگه میدونیم که اصلی مال خود معین عزیزه؟ در N.Moin. N.Moin. N مثل نان یا نجف آباد. N. بله. Moin. نقطه. M-O-E-I-N. پس شد N.Moin. N.Moin. M-O-E-I-N. یه سوالی که ازت پرسیدن، اکثر هنرمنده غیر ایرانی، حتی آمریکایی و هنرمنده اروپایی، خواننده ها مخصوصا، قبل از روی سن رفتن و برنامه اجرا کردن خیلی هیجان زدن. این در شما هم به وجود میاد قبل از کنسرت ها؟ بله، اصلا هیجان همیشه هست و تاثیرش هم خوبه. بله اون هیجان همیشه هست قبل از چیزی. مون جان جالب ترین شایعه که راجبت گفتن، شاید میتونم بگم اینجوری بپرسم، جالب ترین و شایعه که خیلی خودت تعجب کردی چی بوده؟ رفتنم به ایران. ای کاش درست بود. شایعه کردن که شما تشریف بردین ایران. سوال بعدی اینم خیلی پرسیدن، چرا عینک تیره میزنی بیشتر وقتا؟ موقعی که بچه بودم 3 سالم چشمم اذیت شد، رفتیم جراحی کردیم. بله. و نور بعد از اون جراحی دیگه خیلی نور اذیتم کرد، دکتر گفت باید همیشه عینک بزنی. به خاطر همین. و جدیداً یه مدتی ریش گذاشتی، دلیل این چیه؟ البته خیلی بی‌نهایت میگن بهت میاد. من در اصفهان هم که بودم، در هزار شب که میخوندم ریش داشتم. بله. که اومدم به اصطلاح نداشتم یه چند سالی بود، ولی 2-3 سالی که دیگه دوباره ریشو گذاشتم. بله. مونجا میتونم یه لحظه دست چپتو ببینم؟ این خیلی سوال برانگیزه، این انگشتر شما به شکل نعل است، این از کجا اومده؟ دلیلش چیه؟ همیشه این به انگشت شما؟ این در حدود 30 سال پیش دوستی داشتم، اینو دستم کرد، بهم هدیه دادیم. چقدر هدیه قشنگی. سوال هاست که به دست شما. پیامی داری برای جوانهایی که دوست دارم راه شما رو ادامه دارن بدن و بیان خواننده بشن، پیغامی داری بهشون بدی؟ خیلی دوستانه. به عقیده من اول باید اون صدای خوب رو داشته باشن، اول باید صدا رو داشته باشن و بعدش برن دیگه اون تکنیک صدا و سولفژ رو به اصطلاح و البته اون استعدادش هم باید داشته باشن. صدر. شهرت یا محبوبیت؟ محبوبیت. اگه دوست داشتی الان قدرتشو داشتی و تواناییشو داشتی که یه جایی توی این کره خاکی باشی، دوستش الان کجا بودی؟ ایران. میرفتی ایران. خب دیگه ما به سوال آخر رسیدیم. بازم بگم این سوالای ما میتونیم بذاریم 73 تا یا بیشتر از 70 تا سوال از خواننده محبوبتون که معین جان عزیز هستش. کوتاه و جوابش مختصر و مفید. عجب گفتیم حالا سوالا چیه ندادید. نه دیگه، این بیشتر سوالا اکثرا سوالا بوده که از مردم طرفدارات پرسیدن و کنجکاو بودن بدن و یه مقدارش هم فعل بداهه دیگه. برای سوال آخر، چه درخواستی داری از مردمه؟ مهربون باشن با هم، در صلح و صفا با هم زندگی کنن، با هم دیگه مهربون باشن. همونطور که گفتم صلح و صفا بازم دارم میگم، این دارم تکرار بکنم، به هم یه اعتماد داشته باشن، مثل قدیم که به اصطلاح خودمون سیبیلو بود یه رو کشیدم. همونطوری باشن، هر چی با هم دیگه خوب باشن، نارو نزنن و دروغی نباشه، خیلی
بهتر و موفق. چقدر ان شاء الله ان شاء الله هستن، ولی خب ان شاء الله که بیشتر و بیشتر مهین جان خوب باشند و با صفا. مرسی، اجازه بدین مرخص بشیم از خدمتتون و بازم ممنون که یه همچین فرصتی دادین. از پانتا خانم و دوستشون هم خدافظی کنیم. بازم مرسی که اجازه دادین بیه منزل و با امید دیدار هر چه زودتر و ما پشت سر شما میایم. اجازه بدین که مرخص برای شام انشالله یه دفعه ایمه همون باقالی پلو و با مرغ رو که گفتین حتما میل میکنیم در کنار شما و امیدوارم که دیگه گفتگوی باشه که طرفدارات هم که بعضی سوالاشون که اینجا مطرح کردیم جوابشو گرفته باشه. بازم مرسی مهین عزیز. منم آرزوی موفقیت دارم برام همتون، برای ایرانیان عزیز هر کجای این کره خاکی که هستن. امیدوارم که زندگیشون موفق باشن، شاد باشن و یک کلام من غم تو زندگیشون نبود. به امید خدا. مرسی و بی‌صبرانه منتظر آلبوم جدیدتون هستیم. خدا خوش